سلام خدا و سلام بر شما بیننده بخش دوم آخر خط و توریزنده از تلویزیون نور هستید گلبدین حکمتیار آقای غنی برخلاف تعهدات و گفته های خود مبنی بر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه عمل میکند نشست احزاب سیاسی واکنش تند رئیس جمهور را در پیداش رئیس جمهور احزاب سیاسی افغانستان را متهم به سنگ اندازی فرراه انتخابات کرد و گفت که احزاب سیاسی در افغانستان احزاب قابل اعتماد برای مردم نیستند احزاب سیاسی خواستار لغو روند ثبت نام رای دهندگان شده بودند و بر تغییر سیستم انتخاباتی تاکید کردند که واکنش تند کمیسیون انتخابات را نیز در پی داشت امروز آقای حکمتیار در واکنش به حرفهای آقای و کمیسیون انتخابات گفت آغاز پروسه توزیع تذکره ها و ثبت نام رای دهندگان یک پروسه مسخره و خیلی به اعتبار است که برای یک نفر 20 تذکره توزیع شده و ادامه این روند زمین سازی یک انتخابات پرتقلب در کشور است بیش از 8.5 میلیون نفر چیزی است که کمیسیون انتخابات گفته که در روند ثبت نام رای دهندگان اشتراک کردن اما آقای حکمتیان این آمار را جعلی و دروغین خوانده و گفته که بیش از 5 میلیون این خیالی است بیشتر در این رابطه می پردازیم با حضور آقایان آقای عبدالمنان شیوای شرق آقای سیاسی با آقای احمد بلال رحمیار از به حزب اسلامی افغانستان میمون از بابت خیلی خوش آمدید با شرق بررسی شما از خواست احزاب سیاسی در زمینه انتخابات چیست اخیرا نشستی که داشتن بسم الله الرحمن الرحیم درود جناب آقای بلال و جناب شما بینهای برنامه تون بحث ارائه یک طرح سازنده از آداست جریان سیاسی و عذاب سیاسی که زمینه توسعه دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان است یک بحث سازنده است. ولی اجازه بدین که من تفسیره داشته باشم پیش از آغاز این بسته ای که اعضای سیاسی خواهان مشارکت جریان سیاسی در انتخابات پارلمانی بودند و میخواستند که انتخابات به نوید دموکراتیزه باشه و شفاف باشه عملکرد خاصتا حزب اسلامی و رهبری آقای حکمتیار متضاد و بسیار پارادوکسیکال بود یعنی جدا از دو نشست رسانه‌ای و مطبوعاتی جدیان حزب اسلامی به نوی سخنگوی آقای غنی بود تا ماه گذشته و چند ماه قبل این جدیان واقعا در تبانی با کارکردهای آقای غنی به پیش می آمد. تنها در بحث انتخابات و مشارکت مشارکتی اعضای سیاسی تغییر اس ان تی به ان دی آر یا سیستم چند بدی در انتخابات است که حزب اسلامی در کنار جمعیت اسلامی و سایر جریان های دیگر متعهدی به این هستند که یک ساختار نهادینه بکنند که ما بتوانیم شفافیت در انتخابات داشته باشیم اما با با کسی به نام من با شما مخالف هستم که رئیس جمهور میگن کسی به عنوان یک تقلب سالار یک رئیس حکومت توافقی به نام اشرف غنی که نه متعهد به های مردم سالاری است و نه هم تعهدی به عذاب سیاسی داره و نه هم ریشه در درمیان میان جامعه افغانستان هیچ گونه ای به منظور پاس داشت و نه نگاهی ارزشگرایانه به جریان های سیاسی در افغانستان نداره نداشتن چنین نگاهی باعث میشه که سیاسی در پیرامون باشن و در آشیا باشن ترهی را که مطرح بکنن سازنده نباشه رهبرانی پس از طالبانی عمدتن که در زامت سیاسی بودن از یک تفکر سنتی توتالیتر و غیر دموکراتیک برخوردار هستند هم آقای کرزی نخواست که توصیه سیاسی به میان بیا و عذاب سیاسی زمینه بالندگی و توصیه داشته باشه و هم آقای اشرف و فرمول کاملا آشکار است بینندگان محترم میدانند که آقای اشرف غنی اگر به عذاب سیاسی که ریشه‌ای و تاریخی در جامعه افغانستان نفوذ دارن و جایگاه دارن و تجربه دارن چه حزب اسلامی باشد چه جمعیت باشه وحدت باشه جبهه نوین باشد و جریان‌های دیگر باشد خودی آقای اشرف غنی به عنوان بازنده در این میان هیچ جایگاهی را برای خود نمی‌بینه بنا از اتوریته قدرت در برابر جریان‌های سیاسی و عذاب سیاسی استفاده می‌کنه و او هم به صورت بسیار پارادوکسیکال یعنی آدم خیرتمند و صاحب ارزش های راسیونال چنین برخوردی نمیکنه دیروز اعضاب سیاسی بریشه و بی برنامه و بدون تعهد هستند بدون جایگاه هستند امروز ارگ ریاست جمهوری این جریان ها را دعوت میکنه که بین با هم گفتگو بکنیم پیرامون انتخابات من فکر میکنم رای حل افغانستان به منظور رسیدن به ثبات سیاسی و گذار از وضعیت سنتی به دولتداری مدرن زمینه بالندگی و تابناکی جریان سیاسی است که باید دولتها متعهدی برای حمایت این جریان باشند و ما تا حزبی نشیم جامعه را جامعه سیاسی حزبی نسازیم البته با حرمت به افرادی که میخوان مستقل باشن با با خلیستم نیستن اصلا جایگاه مردمی ندارن مردم بالای اینا اعتماد ندارن و حتی متهم کرده احزاب سیاسی را که بحران چل ساله را متضمین هستند و باعث این بحران هستند آقای غنی اقماس میکنه چشم پوشی میکنه میدونه که جایگاه این جریان های سیاسی در انتخابات های گذشته چیگونه بوده میلیون ها رای اون 57 و هفت فیصدی که مشاوری امنیتی آقای کرزی در روایت افغانستان سیاست افغانستان روایتی از درون که نوشته کرده اون 57 هفت درصد آرایی که یک کاندیدا گرفت و هفت درصد آرای دیگر کاندید که رهبری جهاد و مقاومت را به عهده داره و یدکدا در واقع اسکاندار جهاد و مقاومت افغانستان هست میدانه که این آرای بلند و فیصدی بلند از آن جریان است که در افغانستان ریشه ای و به گونه ژرف و گسترده و افغانستان شمول جایگاه دارند این این کاری حقیقت است این رئیس حکومت توافقی حقیقت زداست، تیره تیره میکنه نه جامعه میان روی بر داره و نه هم نگاه حقیقت و حقیقت بین بین ناگزیر است به منظور تداوم حاکمیت خودکامه و استبدادی و قومی خودش نگاهی منفی گرایانه و غرزالود در این زمان نقادانه و منفی گرایانه را نسبت بر جایگاه تاریخی و مردمین جریان ها داشته باشه از سوی دیگر من فکر میکنم کنم یگانه سلی که در دهنی هر فاشیست و هر دیکتاتور و هر خودکامه و هر تقلب سالار ما واقعا میتونیم بزنیم که گفته امام خمینی توی دهنش بزنیم و بتونیم سرنوشت مردم را بر اختیار مردم بسپاریم و برای مردم سازندگی و توسعه همین جریان های سیاسی است که بروز شوند نوگرا شوند طرح داشته باشند برنامه داشته باشند تا بتونن مانع جلوگیری و شکلگیری یک دیکتاتوری در ساختاری مردم سالاری در جامعه مثل افغانستان چا خیلی تشکر آقای شرق آقای رحمیار حزب اسلامی متحدی نزدیک آقای رئیس جمهور در بسیار تصامیم در بسیار موارد بود و حتی در این حکومت وحدت ملی به پروسه صلح پیوست چگونه شد که این واکنش های میان این ریاست جمهوری و حزب شما مطرح شده و واکنش های خیلی جدی هم بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما بیننده محترم و جناب شواسب حزب اسلامی در تمام موارد با حکومت همکار بوده لیکن در بحث انتخابات یک اطلاف جو شد. یک اطلاف انتخاباتی جور شد که در او تمام اعضاب بزرگ افغانستان که از جمله گفته میتونیم حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، حزب جنبش، حزب وحدت جناب قانونی سب و جناب حدیث سیب جناب کرزی سب خلیلی سب اینا همه شمول هستند در این راستا حکومت با حزب اسلامی مخالفت خود اعلان نکرده با طرحی که ایجاد شده با او مخالفت خود بیان کرده حکومت حکومت افغانستان با حزب اسلامی کدام شراکت هم نداره کدام داد و ستود هم نداره کدام مخالفت هم نداره کدام دشمنی هم نداره همچنان حزب اسلامی در تمام موارد با حکومت همکاری کرده به خاطر بقای حکومت از حکومت پشتیبانی کرده با چون حزب اسلامی در یک پروسه صلح آمده نمیخواد تنش ها را پیدا بکنه حزب اسلامی حزب اسلامی برای تنش ها آمده در افغانستان گپ دیگه که جناب شواس گفتن حزب اسلامی اکثر وقت سخنگوی حکومت وحدت ملی قرار میگیره نه خیر حکومت وحدت ملی از خود طرح و برنامه داره حزب اسلامی از خود طرح و برنامه داره واقعا حزب اسلامی نسبت به دیگه حزب‌ها طرح و برنامه داره چه برنامه‌هایی دارن شخصا برای یکی جدا از این اعضاب سیاسی یکی از برنامه‌های عمده شمی است که چندین حزبی که چند سال پیش رو رو با همدیگر میکرد جنگ میکردن امروز همه را زیر دور یک میز شاندن و یک این ابتکار از حزب اسلامی است دقیقاً این ابتکار از حزب اسلامی است حزب اسلامی وقت امیر حزب اسلامی در کابل آمد اولین سخنی که ما از دهن اکمتیار صاحب شنیدم همی بود که تمام اعضاب جمع میکنیم و تمام اعضاب باید به خاطر منافع ملی و به خاطر آرامی افغانستان کار کنند خب در بحث انتخابات آقای حکمتیار امروز مشخصا خیلی آمار خیالی بزرگی را خاطر نشان ساختن و بیان کردند که بیش از پنج میلیون آمار خیالی وجود دارد از ثبت نام رای دهندگان و مشخصا اون سه میلیونی که باقی مانده بود اونا را هم گفتن که بیشترش از رای تقلب و دو میلیونی که میارای بین المللی است اونم پر نکده انتخابات پس آقای رئیس جمهور اینجا واکنش نشان داد و گفته بود که بیش از 8 میلیون در روند ثبت نام رای دهندگان اشتراک کردند این یک تناقض آشکار و اختلاف و دگانگی در حرفای آقای اکمتیار که شما میگین متحد هست با حکومت افغانستان نشانه میته؟ آقای اکمتیار... تمام کارهای خلاف حکومت هم تایید نمیکنه دیگه خواهی نخواهی در روند ثبت استکرها تقلب شده قسمی که امروز جناب اکمتیار 20 تذکیره را بیست تذکیره تنها شماره مسلسلش فرق داشت به اسم یک نفر نشان داد برای تمام رسانه ها درست است آمار که کمیسیون انتخابات نشر کرده بیش از 8 میلیون نفوس ثبت نام کرده که بیش از 3 میلیون از این طبقه و ناس تشکیل میده ما هم امی آمار با حیث یک شهروند قبول نمی کنم هیچ وقت بیش از در امی شرایطی که ما میبینیم در ولایات امن نیست در اولسوالی ها امن نیست در هیچ جای امن نیست مردم به با انتخابات باورمند نیستند انتخابات قبلی اعتماد مردم را سلب کرده ما باور نمیکنم که بیش از سه میلیون طبقه اونا ثبت نام کرده باشد به هیچ وجه باور نمیکنم. و بیش از پنج میلیون هم طبقه ذکور ثبت نام کرده باشد این خواهی نخواهی یک گپ خیالی هست و یا حرف مهندسی شده است که از طرف کمیسیون انتخابات به مردم ارائه شده ارائه می تشکر آقای رحمیر آقای شرق واکنش رئیس جمهور بیشتر از کدام ناهی است نبض عصبانیت آقای رئیس جمهور در رابطه با نشست احزاب برمیگرده به چی مشخصا اگر دکتر در مورد صحبت های دوست اشاره می میکنم که ازبی اسلامی با حکومت وارد یک تعامل هست یعنی هم منابع مالی حکومت استفاده میکنه هم مراضی رو میگیره هم دانشگاه میسازه و هم بانک میسازه این داد و رو نمیشه انکار کرد و در واقع این حزب تلاش شمی هست که حاکمیت کنونی که بارها در سخنانی آقای حکمتیار در ها و در جاهای دیگر مثل آفتاب باره آشکار هست بر تداوم حکومت یک چهره مثل آقای غنی بارها تأکید شده ولی در بسته پیشنیادی انتخاباتی با اینو موافق هستم که این طرح به میان آمد ولی اساسا اگر جنابشون بارشیفی همه اکسای تدبیر کنندگان و برگزار کنندگان جلسات, جلسات فراخان دادن برای اماهنگی و تفاهم چین یک دیدگاه بسته واحد انتخاباتی مراجعه بکنند میدانند که ابتکاری یمین از آنی کیست واقعیت امر این است که بر محور آقای حکمتیار این جریان ها جمع شده شونده و جمع شدنی نیستند یک یک ابتکار خاص را جمعیت اسلامی افغانستان برا انداخت و گفتگوهای را کرد دلایل را و ما چندین جلسه و منظور رای زدن رایزنی و رسیدن به یک امر واحدی که بتوانند این بستر پیشنهاد بکنند بودم بین آن آرشیف اسناد و عکس‌ها به ما نشان میده که ابتکار عمل از آن جریان جمعیت اسلامی افغانستان هست و درست است که حزب اسلامی هم از مشا... امدیار شدن ساختار انتخابات و فشار لازم وارد کردن بر حکومت در امین مقطع و در مورد امین امینتر همگام جمعیت اسلامی افغانستان به پیش آمدند ما فکر میکنم دلیل غرض نگاه کردن و نگاه منفی و حزب زدایی آقای غنی در نبود جایگاه مردمی و پشتوانه مردم سالاری خودش در جامعه افغانستان هست ای. اینها آدمای دسان شده هستند همون اصطلاح معمول ویریشه هستند با یک و با یک ورق مزدوری که امضا کردن آمدن وارد افغانستان شدن در جامعه افغانستان و در میان متن مردم اینها جایگاهی ندارند آ نویسندگان سراپا قرص رژیم طالبانی در رسانه های غربی بودند بین حالا که جریان های سیاسی با بیستنی مردمی با مشارکت مردمی طرحی برای سازندگی و مشارکت در انتخابات را مطرح میکنن طبیعی است که هم آقای کرزی بد سبانی باشد و عصبانیتر و جنونامیستر از همگی آقای اشرف باید بیا با باد انتقاد بگیره و اگر واقعا دموکراسی است مراجعه به آرای مردم است پلورالیسم هست مشارکت مردم است شهرون سالاری است و رئیس سالاری هست بیشتر به صورت دموکراتیزه و مدنی و قانونی باید برای همه فراهم باشه معلوم شود که مرد میدان و زن میدان کی هست کی ها از جامعه, م... جامعه مدنی و مردم سالاری و دموکراسی افغانستان رأی اکثریت را و میرن به طرف گرفتن قدرت سیاسی با تقلب با دیکتاتوری با استبداد با شیونستی با قومگرایی با انحصار منابع قدرت با پولشویی با استفاده از بیت المال نمیشه قدرت سیاسی را داشت و یک دولتداری پایدار و مشروع در افغانستان به پیش برد من فکر می دلیل عمده ایده که آقای غنی نگاه ستیز جویانه بدبینانه و خصمانه و حتی غیر واقع گرایانه را نسبت به جریان های سیاسی داره امین هست که جامعه شناسی این متفکر بسیار ضعیف است همون طوری که بافتار و ساختار جامعه افغانستان را در مدیریت ارشد و رهبری سیاسی در دوره توافقی خودش واقعا نشناخته کوزه را با دک زده و دک با کوزه داده همه چیز گد کرده در مورد جامعه شناسی سیاسی هم بسیار دیدی ضعیف دارند و درک نمی کنند که نبض جامعه سیاسی افغانستان چی این پیلرها و وسوانه های اساسی تاریخ معاصر سیاست افغانستان را شما بزنین کنار مگر چند تا دیپلمات دست و برگر خودی که از بیرون آمده امین ها بیان در افغانستان بحث دموکراسی و پولاریسم و رفتن به طرف مردم سالاری رو واقعا پاسداری بکنن تقیدن... اگر مردم را کنار بزنیم چاره چیزی نیست که این این تکنوکرات ها میدان کوچک خود را به صورت غیر مشروع خواهند داشت خیلی ما خیلی هم که سخنان آقای جمهور در واکنش به این نشست متواجی حزب اسلامی بود و آیا این واقعیت دارد اگر شما به گفته های آقای رئیس جمهور داشته باشید؟ البته ما به عنوان یک شهروند دیدگاه خاص خودمان مطرح که نه دیدگاه حزبی ما در مورد حزب اسلامی باورم این است که تا آخر خط روی امین خواسته و تعهداتی در نظر و تجربه تاریخی که جریان داره استاد نخواهد شد در در فرجام یا در واپس این لحظات بر بنف آقای غنی این حزب حرکت خواهد کرد ما باز در, در, جدول زمانی و در دوره زمانی این را خواهیم دید ولی آنچه که مهم است است که عصبانیت آقای غنی ناشی از انتخابات 2009 و 2014 است در 2009 و 2014 آقای حکمتیار در کوها تشریف داشتن و اونجا بودند و ما بودیم که میلیون ها رای را و صندوق رای ری ریختیم و حتی با موجودیت چندین میلیون تقلب ما ثابت کردیم در در انظار مردم در خدد جمعی در دیتابیس در نرم افزار در نگاه جامعه جهانی که آرای اکثریت مردم سالاری افغانستان است که این که یک معامله اجازه بدین مثلا مساله را بگم که امانت تاریخی است این که یک معامله گر خائن با آرای مردم ما نتونست از آرا دفاع بکنه اون یک بس جداست این سر شکستگی میشه به دکتر ولی واقعا خاموش این جایگاه مردمی را آقای دکتر عبدالله و ریاست اجرایی این واکنشی از روی چی است آقای شهر؟ خب موقعی که گوهر و جوهر پاسداری رأی مردم در مقطع بسیار اساس تاریخی که هزارها نفر پشت دروازه ارگ با تظاهرات مدنی رفتن و گفتن که ما 57 فیصد رأی داریم دو میلیون سند داریم که شما تقلب کردین زامت سیاسی از آن کسی است که ما پیش کردیم به عنوان یک آدم دستش گرفتیم بلند کردیم در اون موقع اساس که اینها اشک ریزاندن و معامله کردن خیانت کردن شما این سر شکستگی های سی سال به این طرف را انتظار نداشته باشین که باز یک صدای بلندی از این سپیدار بیمه بلند میشه باز میاد حداقل از مردم پاسداری میکنه ما باورمند هستیم که اینها اراده ای ندارند و این نکته بینندگان بدانند که تنها ترین چیزی که دکتر عبدالله عبدالله در جریان سه سال صلاحیت استفاده از این داشته بودیجه حالت آلت استرار بوده و این بودجه حالت ای آلت استرار به تحصیلات داده شده به تداوی داده شده به حج داده شده در بخش های گوناگون دیگر امین هم آقای دیکتاتور رفیق تقلب سالار آقای عبدالله عبدالله که سرنوشت مردم را به ای واگذار کرد امیر هم در ای این روزهای پسین که موگاهی دارم از دستش گرفته یک آدمی به امتیاز تاریخی ما را گرفته یک گوشه نشسته نان به نرخ روزگار میخوره سرنوشتش شاینی سرنوشت ما یک شروند عادی باریست خیلی تشکر آقای رحمیار حالا شما قبلا گفتین که حکومت افغانستان شخص آقای جمهور با حزب شما مشکل نداره اما در سخنانش اونا احزاب سیاسی را جمعا نفی کردند و گفتن اصلا بی ریشه هستن ریشه مردمی ندارند حزب شما هم یکی شما ادعا میکنید که یکی از احزاب پرنفوس در کشور است چگونه شد که متحد شما و کسی که شما هم همواره همکاری داشتیم با اونا حزب شما را نفی بکنه و حرفهای را متوجهشون بسازد نفی کردن جناب اشرف غنی به این معنا نیست که حزب اسلامی را در تمام عرصه‌ها نفی کرده باشد در این خواهی نخواهی کسی که رئیس جمهور می باشد در رأس قدرت می باشد خودخواهی های خود داره درست است اعذابی که نقد می کنند می بینیم که در این اعذاب شمول از این اعذاب چندین حزبی است که مخالفت با جناب غنی دارند با می خاطرم نفی کرد درست است با می خاطرم نقد کرد از طرح اینا درست بیایم با یک جای نقد است در طرح احزاب سیاسی که آقای رئیس جمهور نخیر طرح, طرح که را نقد میکند طرح که سیاسون با کمیسیون انتخابات یا با حکومت وحدت ملی پیشنهاد کردن یک طرح جامع است یک طرح است که چه مواد داره آقای سر موادش میایم که چه مواد داره از جمله گفتم میتونم یک ماده ای که باید انتخابات بر رایدهی بر اساس بایومتریک صورت بگیره تا تقلب در انتخابات نشود. درست است این یک راه معقول است یک راهی است که حزب اسلامی هم میخواه حزب جمعیت هم همه که در افغانستان در انتخابات افغانستان تقلب نشود. تا مردم بالای انتخابات بعدی هم باورمند باشه درست است بیایم به جواب جناب شواسب هیچ وقت انشالله اکمتیار از دریز خود از این ای طرح خود نمیگذاره به گپ خود انشاءالله شاء میشه استاد میشم به اطمینان کامل میگم گپ دومی که آقای متیار هیچ زمین را غصب نکرده اگر سند وجود داشت که آقای متیار زمین را غصب کرده و یا هم شرکت یا هم فابریکه یا هم بلند منزل از پول حرام داره ما حاضر هستیم به دادگاه برم و پاسخ بدیم ای که حکومت وعدت ملی با یک توافق با حزب اسلامی حکمتیار صلح کردن توافق دارن با اساس یک توافق صلح صورت گرفت اگر نه امروز با حکمتیار اگر توافق وجود نمی داشتی حکمتیار ام امروز در, در کوها بود به گفته خود شما پس چی نفهمی بر برد حکومت از ایگه حکمتیار بر اساس یک توافق آمده اگر زمین می گیره پول می گیره هر چی که می گیره حکومت مجبور است برش تامین بکنه حتی امنیت جناب حکمتیار دشمن اگر دشمن حکومت است دشمن غنی است دشمن عبدالله است امروز دشمن حکمتیار هم است شاید نخواه عزب اسلامی حکمتیار به این تناسب که پیشرفت کرده در مدت یک سال پیشرفت بکنه پس بنان حکمتیار انشاءالله هیچ وقت غاصب نبوده هیچ وقت پول حرام نخواد داشت مثل دیگر احزاب هیچ وقت معامله نخواد کرد ای را با اطمینان کامل براتان میگم جناب شواسی آقای حکمتیار حکومت فعلی را نتیجه و منتقلب انتخابات گذشته دانست امروز در هر اگر شما حتما بلده. اونجا تشریف داشتیم بلده بلده. آیا با حکومتی که متقلب بود اصلا چرا سال کرد؟ و شما خود را متحد میدانید با چنین حکومت آقای حکمتیار صریحا گفت که نتیجه اونم انتخابات 2014 بود که این حکومت با وجود آمد و بحثای داشت در حکومت انتخ... موقت که گفتم این حکومت با حکومت موقت هیچ ندارد یک گفه جناب حکمتیار سب گفتن که در انتخابات قبلی تقلب صورت گرفت حالا که جناب حکمتیار کوشش دارد تا در انتخابات پارلمانی 1397 و در انتخابات ریاست جمهوری 1398 تقلب صورت نگیرد پایبندی جناب حکمتیار به این اساس است ای که جناب حکمتیار طرح طرح از جناب حکمتیار بود یا هم از حزب جمعیت اسلامی بود هیچ گپ نیست، هیچ تفاوت نیست درست؟ ممتا تطبیق طرح و پشتیبانی طرح وظیفه وظیفه تمام اعضاب هست بس. که باید در تطبیق از این طرح همه سهم بگیرن که تطبیق شود ما ببینم که بیشتر کدام حزب یا کدام جریان سیاسی از این طرح کنار میره حزب اسلامی ان شاء الله سر جای خود میبونه به فرصت میبینیم مثل که در دیگر مسائل حزبای دیگر معامله کردن خود فروختن حزب خود فروختن نام خود فروختن جایگاه خود فروختن ان حزب اسلامی اونطور نخواهد کرد در تطبیق این طرح ان تا آخر است سپاس, سپاس آقای رحمی و آقای شرق خیلی آمار خیالی را امروز مطرح کرد میخوام دیدگاه شما را هم در این رابطه داشته باشم آماری که 5 میلیون 5 میلیون این آمار خیالی باشد خیلی وحشتناک نیست و چگونه این آمار را کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان آقای رئیس جمهور هم تاکید داشتن در حرفایش برای امی آمار 8 میلیون که گفتن که دو میلیون است معیار در جهان برای هر انتخابات در این انتخابات و یا در پروسه ثبت نام رای دهندگان بیش از 8 میلیون اشتراک کردند این خیلی یک تناقض وحشتناک در گفته های آقای حکمتیار کمیسیون انتخابات و ریاست جمهوری نیست اجازه بتین قبل از این مسئله چند دکتره و برادر من اگر به این سوال بپردازیم با بایا میپردازم ما فکر میکنیم اینا تاریخ از سرچپانه خواندن یعنی میشه به تاریخ دروغ گفت ولی واقعیت هم این است که تاریخ کانتینجنسی است و منظومه هاست و مجموعی از امکانات است که تاریخ هیچ دروغ نمیگه دیگه چی کسی در این تاریخ سرش خم است معاملگر است مزدور است کجا زندگی کرده چی کرده همه چیز در روایت های تاریخی مشخص است و مردم افغانستان این تاریخ خواندند ما واضح میگم به عنوان یک شهروند اگر حزب اسلامی در توافقنامه صلح به زمین و پول و امکانات دیگر برسه براش حرام است ده کجا گفته شده که تو برو منازیه بکن جنگ بکن باز بیا باج بگیر از یک حکومت غصب زمین بکن پول بگی و دارای بگیر و دارایی چی بگیر چنین چیزی نمیشه هر جریانی چه حزب اسلامی چه فردا طالب چه فردا یک کسی دیگری یک مجموعه دیگری اگر با این فرمول میخوان به دارایی و زمین امکانات برسن این نامشروع هست اون فقه و اون دین و اون تفسیر و نص و اون بیت المال و سوره انفال براش اجازه را نمیده که از این استفاده بکنه بسی جریان هایی که در تاریخ معامله کردن نکردن آفتاب بار آشکار است با آفتاب تیر انداختن و بر آفتاب بالاخره تیرگی طلب کردن و به دو انگشت پنهان کردن این کار آیین جوان مردان نیست من بازم تاکید میکنم یگانه جریانی که از این بسته پیشنهادی انتخاباتی با گرفتن یک باج دیگر از کنار این باز بازم کنار میرم مثل سایر کنار رفتن های دیگر حزب اسلامی خواهد بود حالا من فکر میکنم در مورد پرسش شما اساسا هم جمعیت اسلامی هم جنبش هم حزب اسلامی و جریان های کلان دیگری که امروز آمدن پیش از او شورای تفاهم جریان های سیاسی هم بود اینها در مورد درایت و مهندسی انتخابات مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری نوی غافلگیر شدن. استعداد این جریان ها باید به صورت پیشگیرانه عمل میکرد وقتی این جریان ها در جریان انتخاب کمیشنران ساز و برگ های مواد تدارکاتی و مواد حساس انتخاباتی غافل بودند وقتی این جریان ها نقشه راهی که میسیون را نمیدانستند وقتی این جریان ها آقای غنی را یک بخش همین همین ترکیبی که حالا آمده و از واقعت نکداریم آقای حکمتیار مدافع سرسخ و سیپر آقای غنی بود تا دا یک هفته قبل تا تا پیش از این موضع انتخاباتی که گرفتند اینها تمامی کشپینداری های حکومت را واقعا نادیده می گرفتن و همین اکنون کسانی که منتقد سیاست قومی آقای غنیست آقای حکمتیار اوباش تلقی میکنه و اوباش خطاب میکنه چی اعتمادی هست که چنین اوباش آفرینانی و یا اوباش گویانی که دایه شهروندی و عدالت ملی را و عدالت اجتماعی را اوباش خطاب میکنن اینها متعهدی بر یک طرح سازنده باشند این مسئله باید حل شود ما فکر میکنم جنبش نرم افزاری و مهندسی آرای میلیونی دکه که آقای غنی وارد سیستم کرده این تقلب را حتمی کرده و پیروزی را حتمی کرده چی آقای غنی حتی با چی حتی هر حتی کسی نداره بله بله ببینید شما بله. آقای غنی آمده در درون جنبش نرمافزاری افزاری در دیتابیس با فناوری انتخاباتی با تکنولوژی انتخاباتی توری کار کرده که اما روزی که اعلان کرد کمیسیون گفت که ما روزمره نمیتونیم آمار ثبت کنندگان رای دهندگان را آمار کسانی که شناسنامه را استیکر میزنند به نهادهای ناظر و جامعه سیاسی افغانستان اعلان بکنیم ما در فیسبوک خودم به عنوان یک شهروند عادی نوشته کردم که تقلب مبارک حالا ببینین ما چی بدانم که در مسجد مثلا نیمان ابن ثابت صد هزار شهروند رفته زن مرد اینجا شناسنامه را استیکر زده از کجا معلوم که امید ده نفر نباشه یا یک هزار نفر نباشه که بالای ما صد هزار اعلان شده من فکر میکنم حالا جریان های سیاسی در یک کار مهندسی شده و واقع شده قرار دارند اگر درایت نکنن بار دیگر یک فشار لازم سیاسی مثل مثل جریان های منطقه خلق نکنن یک جنبشی پاس, دا، پاس داشت از از ارزش های دموکراتیک و مردم سالاری خلق نکنن ما به طرف یک تقلب مهندسی شده میریم و دلیل تقلب آقای غنی در جنبش نرمافزاری در اون ساختاری نهادهای انتخاباتی خودش که هرسی وابستگی این نهادها به آقای غنی صد درصد است اعلان میکنه که مشروعیت دارم قدرت گرفتیم و حالا ما ما هستیم و این میخ پنجم و شما میدونید که در کجایتون بزنید و نکته دیگر ببینید وقتی یک آدمی که با دو میلیون تقلب عکسی آقای جان کریر هم در پلوش نیم متر بالا از قد یزی هم هست این با این تقلب و با این قدرت دزدی و معامله عبدالله میایم میگه که ما با کل مشروعیت دارم و رئیس جمهور شما هستم کلی ما کار کرده که حالا یک نان چهار نان شما نیم نان شده کلی ما کار کرده که مثلا 54 درصد زیر خط فقر هستن کلی ما کار کرده که اوضاع امنیتی نابهنجار است و کلی ما کار کرده که اینی اینی کارهای کج را انجام دادم من رئیس جمهوری شما هستم آدمی به این جسارت مشروعیت ساختاری و مهندسی در ساختار نرم افزار مهندسی کرده و نهادینه کرده ای خودش قدرت سیاسی را بگیره ما امین جا میگم که امیر عبدالرحمن خان زنده میشه بازو کلمنار خودشم خواهد ساخت باز نگاه های شیونستی خودش را پیاده خواهد کرد باز ماست و انزوای قدرت و و اون آیت یسی را که یک عمر سرشکنی ها و وقت کشی ها و فرصت سوزی های بزرگان و نخبگان سیاسی من فرصت های استراتژیک و راوردی را گرفته قربانی کرده ما فقط زجه سرشکستگی های اینها را میکشیم در واقع در او وقت بزرگان سیاسی ما از با میغلتن گردن مردم میشکنه سپاس آقای شرق همواره در ابتدا آقای حکمتیار سخنهای ملی و در رابطه به همین و بسته پیشنهادی که به حکومت افغانستان طرحی که داشتن سخنهای خیلی خوبی زدند از جمله افشا کردن اون 5 میلیون آمار خیالی اما در پایان سخنانشان همواره اشاره می باشند به مسائل قومی و هجدار داشتن به اون کسایی که مسائل قومی را دامن می‌زنند و یا میخوایم مشخص شوه که چرا این کار را انجام میدهند همواره؟ ما گپ خیلی خوب را اشاره کردیم ما یک سوال از جناب شوای شرط دارم همه حکومتی را که خودت فاشست میگی در رسش غنی است در کنارش دکتر سب عبدالله است حزب جمعیت اسلامی شریک همی حکومت نیست به نظر شما این حکومت فاشیست نیست؟ به نظر من فاشیست است. از نظر شخصی خود من فاشیست ترین حکومت در طول تاریخ افغانستان بعد از عبدالرحمن خان همین حکومت فاشیست است. آیا حزب جمعیت بامی حکومت شریک نیست؟ در یک است. حقش است چون یک طرف قدرت است. است. بله. شریک است. پس چرا در همین تو یک حکومت فاشیستی حزب جمعیت که یک حزب مقتدر است و در راستش هم کسی بود که شهید فروفیسور ربانی بود چرا این نیست؟ با آیا که جناب عبدالله و جناب سلاودین و, و جناب استاد عطا آمد نور به خاطر منافع شخصی خود امی حکومته نپذیرفتند بسی منافع شخصی اجازه بدین که من سوال شما رو پاسخ بدم اجازه بدین ببینید با, با, با وجودی که ما در ساختار قدرت هم هستیم این حق ماست 57 درصد رای دادیم یک طرف قدرت هستیم 50 درصد قدرت در موافقتنامه نامه سیاسی بر ما امضا کردند و در عین زمان وجدانی ما که در درون قدرت هستیم یک وجدان انتقادی نسبت بر کارکرد قومی آقای غنی بودن نه این که آقای حکمتیار بار بیم توجیه بکنیم و تفسیر بکنیم و بگیم که آقای غنی ای است دولت نماینده ای مردم است مشروعیت داره و این آن داره مگر ثبت شما رو ما دارشیف ما نداریم ما منتقید کشپینداری ها و کشکاری ها هستیم این گونه هم نمیشه که 50 درصد قدرت باشیم موافقت نامه امضا بکنیم یک طرفی مسئله افغانستان باشیم قدرت به یک آدم شیونیست فاشیست مریض مثل آقای غنی مثلا اعلام بکنیم بیام کنارگیری زف... بکنیم شما شما توجیه میکنین ما در قدرت هستیم انتقاد هم میکنیم و این حق ماست چون یک بدن قدرت ما هستیم این گناه نمیشه مگر شما تا دیروز در کنفرانس های مطبوعاتی تان منتقدین و حکومت آقای غنی را که خودتان میگه فاشیستی هست او باش نخوندین لندغر نخوندین مگر نگفتین اینا مغرزی نسن نگفتین اینا غرض دارن شما در واقع با عینکتون و با تلاشتان دلتون از این مسئله قومیتون کنده نمیشه آقای حکمتیار خود مفسر و فقیه میگیره کلی اجنداش, اجنداش اجنده واگرایی و, و قومگرایی در افغانستان است اجندای اجنده قومی نداره آقای, هزب هزب کیار... آقای کی گفته در زبان فارسی بیا نظر بته سهم و سواد از زبان فارسی داره بحث شرمند شما نمیپذیرین اصلاحات فاصل شما نمیپذیرین از مساله زبانی که کار دارین تا شناسنامه ها ببینین آقای حکمتیار سلام بگن، بگین یک جوان برات میگه که یا ایها الناس اننا خلقناکم من ذکر و انسا، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم خواستاران این شناسنامه رو چرا اوواش میگی مگر نست از زیر پا نمیگیره آقای شریف اجازه بدید رحمیار چون وقت برنامه خیلی یک باید برای شما بگویم حزب که تفسیر نکنید آقای رحمیار حزب که حزب ملی است حزب اسلامی است نتیجه بارش شد در خیمه لوی اجرگه ببینین از تمام اقوام افغانستان، از تمام ولایت افغانستان، از تمام ولسوالی قریجات افغانستان در حزب اسلامی شامل است. میاییم سر سوال شما. جناب حکمتیار حرف خوب فرمودن امروز وقتی این نیست در افغانستان که ما بریم طرف مسائل قومی ما خراسانی هستم ما افغانی نیستم ما پاسپورت نمیخوایم ما تذکره نمیخوایم امروز وقتی ازی است که همه اقوام افغانستان تمام احزاب افغانستان زیر یک چتر گرد یک میز جمع شوند به خاطر منافع ملی و به خاطر آرامی افغانستان کار کنند وقتی امی خانه ما و شما که چهار ستون داره درست است یک ستون از این نباشه این خانه جور میشه در سه ستون هیچ خانه جور نمیشه بیاین این ای خانه رو جور کنیم مشترکاً جور کنیم بعد اگر افغانی می بودی خراسانی می بودی تذکیره می خواستی نمی خواستی، او گپ جدا هست حتی اگر آقای تز... حکمتیار ا... گفتن آقای رحمیار خیلی واضح هم اشاره داشتن کسانی که تذکیرن عقص نمی کنن اونا پس به پاسپورت و به تابعیت و به تذکیره ب... بنشینن د... در افغانستان و کسانی که حجدار داد دامن می به این مسائل حتی یک مسجد برای اینا کافی است که با مشت جلوی اینا را بگیره آیا این نقض حق شهروندی نیست؟ آقای اکمتیار در این موضوع تعبیر غلط نشود هدف بی جا نداره یگانه هدف اکمتیار برتان گفتم آرامی افغانستان است میگه بیاین اول افغانستان رو جور کنیم بعدش روی موضوعات قومی فکر واقعا دلوقتي. واقعا در تاریخ هم ثابت شده در تاریخ ثابت شده در تاریخ تمام عذاب تمام گپ ها تمام ج... چیزها معلوم است در تاریخ اگر شما کدام دیتابیس دارین شاید ما هم کدام دیتابیس داشته باشیم از شما هم نقایتان شاید معلوم باشه از ما هم شاید معلوم باشه و در تاریخ ثبت شده باشه خب با با پرسش من بپرگذاریم آقای جناب حکمتیار هیچ وقت نمیخواه که افغانستان یک بار دیگه به خاطر موضوعات قومی تخریب شود و خراب شود جنگ های قومی باز هم شروع شود جنگ های تنظیمی را تجربه کردیم این بار اگر جنگ های قومی و مذهبی شروع شود افغانستان از بحران که نجات میده آیا ای, ای خیر ملت افغانستان است که قوم تاجیک و پشتون جنگ کنه آیا ای خیر ملت افغانستان هست که ازبک و ازاره افغانستان جنگ کنه نه خیر. تمام ملت افغانستان ایره نمیخواه تمام ملت افغانستان پشت یک نفر اسکات نیست که میگم افغان نیستم تمام ملت افغانستان سالها در این کشور زندگی کردن اینجا زیست کردن به نام افغان برو از قریه و قصابات پرسان بگو تو میخوای که افغانستان جور شو یا میخوای افغان باشی که برای چی میگه می برو از یک تاجیک دور از یک تاجیک پامیری پرسان کو چی میگه میگه من افغان هستم افغانستان جور باشه افغانیت اینجا مطرح قومیت اینجا مطرح نیست آرامی افغانستان مطرح است. انسان است ما شما هیچ قوم مطرح نیست ما شما انسان است به حیث یک انسان در این ملک آرام باید زندگی کنیم نه در یک ملک تنشتا نه در یک ملک که بروز اه اه جنگ اه تنظیمی است فردا جنگ قومی شروع شد این تنشتا ایجاد اگر... کرده با بار شما؟ ریشه این تنشتا در کجا؟ ریشه این تنشتا معلوم است به همه معلوم است که کی... کی نمیخواه که افغان باشه کی نمیخواه که تسکینه نگیره برادر اگر تذکیره الکترونیکی توضیح می شد یکی از راه های شفافیت در پروسه انتخابات بود مگر برای کل ما شما معلوم نیست که چند تا سیاسون جمع شدن خاطر منافع شخصی خود مردم بیوز و بیچاره را استعمال میکنند که نه باید تذکیره توضیح نشود چون اگر تذکیره توضیح شود یک شفافیت به وجود میه در انتخابات در تمام مسائل در جرمی و جنایی و همگی حتی در موارد اقتصادی تذکری الکترونیکی توضیح شود و نفع مردم افغانستان است خیلی تشکر آقای رحمیار آقای شرق چی نیاز است اصلا در بحث های مانند انتخابات نشست احزاب آقای حکمتیار مسائل را مطرح کند که انچینینی آقای رحمیار اشاره داشتند حالا افغانیت ثبات میاره یا هم همزیستی و رسیدن به بخ... خواست تمام مردم افغانستان در نظر گرفتن تمام علایق مورد که اقوام افغانستان با اونا باور من هستن یک اصطلاح از آیزا برلین هست ارزشمند است که اینجای رو بکنم آدمی رستخنی تیره گفتن نشاید بس قومیت و دامن زدن به مسائل قومی تحمیل هویت و هویت زدایی از اقوام دیگر ای اجنده های ذاتی آقای ها حکمتیار است. مگر ما در شناسیمون دچار دو دوچار تردید شویم که این کار چینه قطعی رو بکنیم عزیز دل تا عدالت ملی پیاده نشه برابری و برادری نیه حقوق شهروندی نیه این خاک برابری رو نپذیره دولت قانون سالار و دولت قانون نهادینه نشه ما نمیتونیم به ثبات ملی در حالت بسن. جنگ این ممکن نیست به ثبات ملی ببینین شما وقتی که هویت آدم ها را این کار میکنین چگونه میتونین ثبات دارین سر زمین؟ در سرزمین نص قرآن کریم را انکار میکنیم قرآن میگه که من تو را یک, یک قبیله دیگر یک طایفه دیگر خلق کردم ولی خود دو پای ده یک است نه طایفه من باش خب به با تاریخ مراجعه کنین حافظه تاریخی ضعیف است اسناد فرنگی تان ضعیف است شما خوی خوی مستبد است و استبدادگرایان هستین اخلاق دموکراتیک کستدگرایی را میپذیره پلورالیسم را میپذیره میفهمین چی داره در درونش در در ماهیتش و در محتواش این کتاب را حتما پیدا کنین و جناب امیر بخوانه شما چیزی را که نمی خواهین بپذیرین در تساهل و مدارا و در دولت مدرن، در دولت ملی، در دولت فراگیر در دولت پاسخده و در دولت قانون باید قبول بکنین خب این گونه نمیشه ما باید بافتار جامعه افغانستان رو بپذیریم با هویت تراشی با تحمیل هویت ما بخیزیم بگم که همه باید تاجیک باشه رای حل نیست تو بخیزی بگی همه افغان باشه رای حل نیست ازاره چین حرفی را داشته باشه و کرد و ایماخ و بلوچ و سیک و اندو هر کسی هندوی که در این سرزمین زندگی میکنه ما باید به عدالت ملی و برابری برسیم 100 سال دیگر 100 تا امیر عبدالرحمن خان و امیر و اشرف تکرار شود تا شما برابری و برادری و حقیقت تاریخ افغانستان را قبول نکنین ما به ثبات سیاسی نمی رسیم. ما هم سازندگی را میخواهیم برادری را میخواهیم خواهیم دشمنی هیچ قومی نیستیم ما الحمدلله مسلمانم تعصب در ما حرام است دین منتفی می تعصب را ولی دین میفهمید تمامی تلاش چیست ما در دوره مدرسه به چیزهای دست یافتیم که این کار کس کرده نمیتونه عزیز دل دین میگه که علی بی باید قیام بکنی. لیقوم الناس بالقسط است نگفته که علی مردم بنابری تو حکومت بکن ما باور دارم حکومت با ظالم با فاسق با کسی که نادل باشه با کسی فزونخواه باشه حکومت دینی نیست شما مسئولیت دینی و اخلاقی دارن که در برابر فزون خواهی بیستین و به عدالت ملی و بر برابری مردم را دعوت بکنین چون ببینین آقای حکمتیار با پرسش شما برسم اگر ریگی در کفش نداره اگر اجنداش،, 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 اجنداش عربستان سعودی نیست اگر واقعا کینه در دل نداره کینم کینه ازلی و شکست تلخ تاریخ و عقبگردی که عد اقل 21 سال تلاشش هم کرد که به صحنه بیا باز به با یک, با یک معامله دیگر وارد سحنه شد اگر این در دلش نیست یک آدمی که فش داره دستار داره زعیم یک جدیان اسلامی خود را میگیره چرا به مسائل قومی میپردازه و آنگونه ای که خدا و رسول گفته و فقه گفته و نخبگان و جمهوری علما و نسل دین و عدالت و فهم و اشتیاد و فلان و فلان گفته آنگونه نمیگه آمده قصه ای را که افغانستان با واگرایی میره رهبران افغانستان فرهمندانه عمل بکنن در مردم افغانستان ما مشکل نداریم عزیزی دل تو به عنوان یک شهروند یک دانش یک جوان یک بار لحن و برداشت و محتوای موزه های آقای حکمتیار را ببین باز میدونه که حقیقت چی است ببینن پارسایی یک تعریف داره پارسایی میگه این است که سخن حق بگویی ولو اینکه تلخ باشه خیلی تشکر آقا شرق آقای در این رابطه با که اینکه حالا احزاب سیاسی افغانستان بعد از دیر زمان چنین نشست تاریخی را که آقای حکمتیار هم اشاره داشتند برگزار کردند خیلی نشستی با اهمیت بود و همچنان مواردی که در این نشست ارائه شده بود برای نظاممند شدن افغانستان برای یک پارلمان قدرتمند تصمیم گیر خیلی یک تصمیم عالی بود آیا اگر به این خواست شما رسیدگی نکنه حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات شما چه اقداماتی را در پی خواهید داشت از جمله تحریم انتخابات اشاره شده بود اگر مشخصا به همین پرسش جواب به یک جواب برات بگم تحریم انتخابات گزینه اخیر است روی جزئیات نمیریم اگر خواست طرح این احزاب قبول نشود از طرف حزب اسلامی و امی احزابی که در دایره هستن تحریم انتخابات است که انشالله مؤثرم خواهد بود چون یک حزب نیست یک جریان کوچک نیست چندین عذاب کلان است چندین جریان کلان است کسایی هستند در اینجا که ریاست جمهوری کردند کسایی هستند که اینجا اقتدار سیاسی داشتند اینا خواهی نخواهی تاثیر خودت دارد سپاس آقای رحمیار. یک گپ دیگه سپاس تشکر چون ما خیلی وقت جواب خیلی کوتاه جواب بگویم یک سوال کنم بازم جناب سب دشمن تاجیک و پشتون یکی هست یا دو تا یکی است دشمن شناسی فرق میکنه گوش کن دشمن تو افغان نیست نه نی؟ دشمن طالب است دشمن افغان نام نداره دشمن طالب نام داره درست است در شمال طالب تاج، تاجیک و ازبک داریم سیست در جنوب طالب پشتون داره درست است طالب خوب نام افغان یاد نمیشه بیا اول تشکر آقای بکشیم باز ما تو جور میاید. درست است خیلی سپاس آقای تنها طالب دشمنی ما نیست ذهنیت طالبانی است اگر جنبندی داشته باشین در خب بس بس است که رهبرانی که حالک بس انتخاباتی رو پیشنهاد کردن ما اگر جدی حرف را مطرح بکنم این است که اگر پای حرف خود صاد شدن سفارت آمریکا یار نترسان با سفیر آمریکا رفت با هم با دستار سیاه و با دستار سفید و با بیکلا هم نشست و بعد اینو از موضع خودشان کنار رفتن تشتر. یک بار دیگر با مسخره گرفتن یا آرای مردم است انتظار ما این است که این جریان ها که حال بست شفافیت و دموکراتیزه کردن انتخابات را مطرح کردن تا آخر خط بیستن در دهن یک تقلب کار اون, اون مثلا سپاس. بزنن و واقعا برن به طرف مردم سالاری که نسبتا مردم افغانستان نفسی تازه بکشه و ما یک حکومت منتخب و مشروع داشته باشیم خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای عبدالمنان شیوای شرق آقای سیاسی و آقای احمد بلال رحیمیار از به حزب اسلامی از حضورتان در این بحث و تشکر از شما و گرامی که تا در با ما هم باقی وقت خوش قدمی نگهدار